soll ich beginnen? Gott gibt mir Kraft, dass ich sprechen kann. از کجا میتونم شروع کنم؟ آه، wie einsam ich mich fühle. خدایا، به من قدرت بده بتونم حرف بزنم. آه، چقدر تنها شدم. هانا، من و پدرت فکر میکردیم اول سری به خونه میزنیم. هم گفته بودیم مستقیم باید بریم. شاید این برای ما خیلی بهتر باشه. میدونی ما خیلی دوستت داریم، اما حقیقت رو نتونستیم فدای اون کنیم، همونطوری که حقیقت زندگی من و پدرت به عنوان یک مهاجر، به عنوان یه سرگردون بین گذشته و حال هیچ وقت رهامون نکرد. میدونم دختر گلم خیلی سخته. دوست داشتم الان دست تو دستم بودم، میتونستم اونا رو گونه هم بذارم. هانا دخترم، بالاخره تو روزی باید حقیقت رو میفهمیدی. اون کابوسی که همیشه میدیدی حقیقت داشت. سالها پیش تو یکی از مأموریت‌های پدرت در UN، تو رو که دختر بچه کوچکی بودی از یک خانواده آواری کرد گرفتی. پدر و مادرت کشته شده بودند و ما تصمیم گرفتیم تو رو خوشبخت کنیم. میدونم نتونستیم، اما به تو یه خانواده دادیم. هانا دخترم، ای کاش پیشت بودم و اشکاتو از روی گونه‌هات پاک میکردم. خودمم دارم گریه میکنم. اون خانواده کرد عکسی از پدر و مادرت به ما دادن. من اون عکس رو همراه این نوار توی پاکت میذارم. امیدوارم بتونی بفهمی اونا کی بودن. شاید درک بهتری از زندگی پیدا کنی. ماشین چه مشکلی داره؟ نمیزنم جناب سروان، خاموش روشن نمیشه. ببین چیکار میتونی واسش بکنی. میدونید خیلی خوششانسید؟ اگه ماشینتون شب خراب میشد، اینو بدونید که حتما به درد سر میافتادید. همه چی مرتبه؟ بله متشکرم. سلام، هانا هستم از حقوق بشر سازمان ملل. معذرت میخوام، فراموش کردم شما نمیتونیم با خانوما دست بدین. خب این یه اصله، امیدوارم درک کنید تا وقتی که این ور هستید باید خیلی چیزا رو رعایت کرد. پس من خیلی خوششانسم. البته. ببینم زیاد که معطل نشدید ها؟ نه زیاد. اینجا همیشه اینقدر ساکت و آرومه؟ اینجا هیچ وقت آروم نبوده. میتونم بگم که این خوششانسی شماست. سوال احمقانه بود. میشه بپرسم اهل کجایی؟ اهل کجام؟ وقتی که همه جا تبدیل به آتش فشان شده، اهل کجا بودن دیگه مفهومی نداره. ولی باید یه جوابی به شما بدم. آلمان. نباید زیاد سخت گرفت، درسته؟ شاید حق با شما باشه. فکر نمی کنم ماشینتون به این زودی ها درست بشه. اگه موافق باشید من شما رو به یه روستا ببرم و شب اونجا بمونم. متشکرم.
ماشین که درست شد بیارش پاسگاه. آقای عبدالله بعدن میبینم. اوکی سال شاوام. سلام درویش احمد، حالت چطوره؟ خوبی؟ ممنون. ممنون. یه مهمون براتون دارم از سازمان ملله. امشب اینجا میخوابه، صبح میام دنبالش. قدمش بالای چشم. بفرما، بفرما. درویش یه گزارش هایی شنیدم. امیدوارم آهالیت این یک ماه قاچاق نکرد. نزن افسروان اسم اون بش قطعه نکنیم. به بچه هاتون بگید خیلی مواظب باشه، هنوز بیشتر این قسمت ها از مین پاک نشده. همین پای روزا بود که یه قاچاقچی رفت روی مین و کشته شد. حالا دیگه همه چیز فرق کرده، مثل گذشته نیست. اینو باید بدونید. شما باید بچه هاتون رو بفرستید مدرسه. بفرمایید جناب سروان رسیدیم. چون به جز کشاورزی، به پزشک، به معلم و چیزای دیگه هم نیاز داری، مگه غیر اینه؟ خودتون میدونین که. پس حتما بچه ها رو بفرستین مدرسه. بفرمایید، بفرمایید. خانم آنا لطفا بیایید. بفرمایید. بفرما جناب سروان. بفرما. بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون. خانم آنا اگه خوشتون نیاد چاره ای ندارید، امشب باید اینجا بمونید. برعکس حس خوبی دارم، حس میکنم قبلا اینجا بودم. مثل خوابی که واقعی شده؟ نه، مثل خود واقعیت. اگه چیزی خواستید به این مردم اعتماد کنید. باش، فردا میبینم اتون. سلام. سلام. اومدم دنبال مهمونمون. مهمونتن دیشب اینجا نماند. کجا رفت؟ رفته خونه داد فاطم. خونه داد فاطم کجاست؟ همون در آبیه. ممنون. به سلامت. خانم آنا سلام. سلام، شما اینجا چیکار میکنید؟ نمیدونم. اومدم بهتون بگم که ماشینتون درست شده، ولی خیلی مواظب باشید، اون بر مرز خیلی ناامن. به امید دیدار. خدا حافظ. مامی ich möchte wütend sein über dich. مادر kann ich aber nicht. میخوام ازت دلخور باشم. vielleicht ist es ja auch nicht die Wahrheit jetzt erfahren
شاید هیچ وقت دیگه‌ای برای گفتن واقعیت بهتر از حالا نبود. وقتی که بچه بودم و تازه داشتم یه چیزایی رو تو ذهنم ثبت می‌کردم، تصویر یه زن و یه مرد که افتاده بودن روی زمین هیچ وقت از ذهنم پاک نشد. زن دستشو به طرفم دراز کرده بود، مرد بی حرکت بود. همیشه از خودم می‌پرسیدم اونا کی بودن؟ من کجا بودم؟ تو همیشه میگفتی این فقط یه کابوسه. مادر، شاید من یکی از خوشبخت ترین آدمای این سرزمین بودم که تونستم زنده بمونم، یا شاید مردگان اون سالها خوشبخت ترین زندگان بودن. سلام خانم هانا. سلام. ادوارد هستم. از دیدنتون خوشحالم. بفرمایید بشینید. متشکرم. ببخشید اینجا خیلی به هم ریخته است، اما خب درست میشه. میفهمم. اینجا قرار دفترمون بشه. تا چند هفته پیش اینجا جزو دولت عراق بوده، اما فعلا تحت نظر کردهای منطقه داره میشه. بفرمایید. متشکرم. میدونید هیچ وقت از این به هم ریختگی حس خوبی نداشتم، برای اینه که یکم گیجم. خب از کجا شروع کنیم؟ هم بد نیست اینو برات بخونم. این نامه یک سال پیش از عملیات نسل کشی منطقه کردستان در ماه جون 1987 به وسیله علی حسن المجید، همون که بمب شیمیایی رو روی حلبچه و ایرانیا ریخت، صادر شده و دستور داده کردستان به محاصره کامل در بیاد و در واقع مقدمه حمله حکومت در بهار سال 88 بوده که تا پایان همون سال طی 5 مرحله 184,000 نفر از جمعیت کردستان روبوده میشن. 184,000 زن، بچه و مرد. میبینی ما کجاییم؟ نزدیک نیم قرن کوههای اینجا شاهد جنگ و خونریزی بوده، جنگ با دولت‌های مرکزی و گاهی جنگ بین گروه‌ها. خیلی از اینجا رفتن، اما بیشتر از رفته ها مرده ها هستن. فکر میکنم سرنوشت رفته ها غم انگیزتر از مرده ها باشه. منم با شما موافقم. آواره ها تو کشورهای مختلف شرایط سختی رو گذروندن، البته اونایی که خوش اقبال تر بودن به اروپا رفتن، اما نتونستن آرامش سرزمین خودشونو داشته باشن. من اومدم اینجا راجع به گمشده ها تحقیق کنم، اما یه حس شخصی رو هم با خودم آوردم. متاسفانه تو کار ما احساس شخصی زیاد نمیتونه به کار بیاد. میدونم، اما اون با من و من هیچ کاریش نمیتونم بکنم. منم یکی از قربانیان این سرزمینم. پدر و مادر واقعیم اینجا بودن. متاسفم، تو موقعیت سختی قرار گرفتی. این واقعیت که اونا اینجا کشته شدن مضطربم میکنه. اینم یه واقعیت مثل همه ی اون واقعیت هایی که تو آفریقا و بوسنی دیدی. با اونا چطور کنار اومدی؟ فکر نمی کردی اون از تو جدان، واسه همین تلاش کردی از رنجاشون کم کنی. حتما این واقعیت کمکت میکنه. ادوارد، نمیدونم وقتی با آدمای مثل خودم برخورد میکنم چه احساسی دارم. خیلی تعجب نکن، از این آدم ها زیاد میبینیم. این ساختمون قبلا ساختمون سازمان امنیت بسیا بوده و حالا مرکزی شده برای جمع‌آوری اسناد گمشدگان.
البته نیروهای دولتی قبل از ترک اینجا خیلی از مدارک رو از بین بردن، اما نیروهای کرد تونستن مدارک زیادی رو از مناطق دیگه دوباره به دست بیارن. همیشه اینجور ساختمونا بهترین منبع برای اطلاعات بوده. آره، اما من هیچ وقت دوست نداشتم توی همچین ساختمونی باشم. به خاطر اینکه این همه اطلاعات فقط به گیج شدن تو اضافه می‌کنه. من بهت قول میدم اتاقمو تمیز کنم و بهت ثابت کنم که همیشه گیج نیستم. ببینیم. سلام کاکمین. سلام آقای دوارت. سلام. سلام. معرفی میکنم خانم هانا که منتظرش بودیم. سلام خانم، دیدارتان خوشحالم. منم همینطور. ما دیروز منتظرتان بودیم. راه طولانی بود. البته از قلب اروپا تا قلب کردستان. خب شما رو تنها میذارم، تو ستاد جلسه دارم. بله. خداحافظ. خداحافظ. بعد از سقوط شهر ما با تعداد زیادی خانواده مواجه شدیم که در پی کسانشان بودند. ما کمیته تشکیل دادیم که به کار گمشدگان برسه. اسناد رو از گوشه و کنار میارن و ما اونها را دسته‌بندی میکنیم. نتایج به دست اومده کمیته چی بود؟ در سال 1988 بعد از پایان جنگ عراق با ایران، عراق به دلیل حمایت ایران از کردها تصمیم گرفت انتقام بگیره، اون هم از خانواده های بی پناه کرد و تعداد زیادی قربانی شدند. تو این مدت ما فقط تونستیم چند نفر که عمدتا مسلم بودند و جان سالم به در برده بودند بیابیم که اطلاعات خوبی هم داشتند. اما مهمتر از اونها این که ما تونستیم یک مرد جوانی را پیدا کنیم که توانسته بود در حین انتقال به اردوگاه مرگ فرار بکنه. میتونم اونا را ببینم؟ البته، ولی باید کمی صبر کرد. اونها تنها شاهدای زندگی هستن که ما داریم و خیلی ازشون محافظت میکنیم. آقای امین سعید. آقای امین سعید، چرا گفتید اردوگاه های مرگ؟ خب من آدم بدبینی نیستم. من سالها تو سخت‌ترین شرایط جنگیدم و یک حسی نسبت به کسانی که در جنگ گم شده اند دارم. حس میکنم که همه اونا کشته شدن. خب اگه حس شما اینه، پس این تشکیلات برای چیه؟ خانم هانا، شناسنامه های ستا از برادرها و خواهرای من تو این شناسنامه ها هست. وقتی من با خودم هستم به خودم امید میدم که اونا زنده اند و یک جایی تو اردوگاهی هنوز اسیر هستن. اما وقتی من مسئول کمیته میشم مطمئنم اونها همه کشته شده اند، چون میدونم چی اونها را برده، کسی که فقط برای کشتن میبره. متاسفم آقای امین سعید، اما ما اجازه نداریم مردم رو ناامید کنیم. ما باید تلاش کنیم حتی اگر یک نفرشون زنده باشه اونو به خانواده‌اش برگردونیم. بفرمایی خانم هانا. متشکرم. دختر، تو الان کجایی؟ داری گریه میکنی؟ حالا تو رو خدا یه چیزی بگو.
سلام. سلام 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 برین من دونه بین خوش آمدید خانم هانا اینها به شما کمک خواهند کرد کاکیوا خانم هانا از بخش حقوق بشر سازمان ملل اومدن برای تحقیق درباره گمشدگان انفال شما از این به بعد همراه ایشان باشید بله چشم متشکرم خداحافظ به امید دیدار دوباره‌تون خیلی خوش آمدید خانم هانا از ملاقات شما خوشبختم خواهش میکنم شناسنامه رو به ترتیبی که میگم دسته‌بندی کنید زن مرد، کودک و محل تولدشون لطفا مشغول شید همانطور که خانم می فرمایند شناسنامه را دسته‌بندی کنید دقت کنید که اشتباه نکنید دوستان لطفا شروع کنید دست به کار کورینا There were 24 women and we all had children. ما 24 تا زن بودیم که همو من بچه هم داشتیم. من یک پسر کوچک داشتم که سربازا او را از من گرفتن. بعد اونها کامیون ارتشی آوردن و همه ما رو به شهر تکرید بردن و در آنجا زندانی من کردن بدون آب و خوراک. پسر موسی تا پسر اموهایم را دستگیر کردن و من دیگه نتوانستم اونها را ببینم. هیچ کس نمیداند الان اونها کجا هستن. اونا جوانها را از پیرها جدا کردن. من هم یکی از اونا بودم. سه روز اجازه ندادن که کسی از اتوبوس خارج بشه تا زمانی که ما را به گراسلمان بوده. روز بعد دو کامیون ارتشی اومدند و ما را به محل دیگری بردند. یک زن حاملی بود که بچهش را در اردوگاه زاید اما به او اجازه ندادن بچه را با خود ببرد بچه نجات پیدا نکرد و دو ماه بعد مرد خانم هانا عجله کنین یه گور دست جمعی پیدا شده کاکیوا خانم هانا هر چه زودتر باید حرکت کنه کاراشو هماهنگ کنید من باید به سالن‌های دیگه‌ام سر بزنم بسر چه خانم هانا آقای هیوا در خدمت شماست خدافظ خداحافظ خداحافظ میس هانا ما از مردم خواستیم روی شناسنامه‌ها علامت بزنن قرمز برای اونایی که مردن زرد برای اونایی که ازشون هنوز خبری نیامده و آبی برای زنده ها میبینی روی اکثر اونها علامت قرمز زدن ما نباید امیدمون از دست بدیم حتی اگر همه شناسنامه ها علامت قرمز بخورن از خودم میپرسم چطور یک آدم انتخاب میشه که کجا به دنیا بیاد مثلا شما چطور قرعه اروپا به نامتون افتاده زمانی که اروپا تو جنگ و ویرانی بود شاید خیلی از اونها این سوال رو از شماها که در جایی بدور از حیاها بودید میکردن یعنی فکر میکنید این گذار از جنگ و ویرانی سرنوشت همه انسان هاست؟ نمیدونم آقای هیوا قرعه منم با قرعه شما خونده شده اینا پدر و مادر من بودن
باورم نمیشه. شما کرد هستید؟ واقعیت داره. جوان مر، مریم، فکر میکنی چه بلایی سرشون اومده؟ همون بلایی که سر خیلی اومده. آه، خیلی برایتن متاسفم. Finally, we managed to sort that huge pile of identification cards. بالاخره اون حجم زیاد شناسنامه‌ها رو بر حسب منطقه صدورشون تفکیک کردم و شناسنامه‌ها رو به همراه چند گروه به اون مناطق فرستادم. خودم هم با یک گروه راهی منطقه مرزی با دولت مرکزی شدم، جایی که امین سعید گفته بود پدر و مادرم اهل اونجا بودن. خیلی تلاش کردم پی اونا نباشم، اما فرار از اون امکان نداشت. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. 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 خسته آقای هیوا، امکان داره اینا بعضی از شناسنامه رو بشناسن. بهتره پیاده شیم. خیلی خوب، الان پیاده میشیم. کاک جان در نگه دار. سلام. عمو جان، سلام و علیکم. علیک السلام. خسته نباشی. درمانده نباشی. حال شما خوبه؟ چه خبره؟ واللهی یه تعداد شناسنامه پیدا شده. این خانوم مأمور پیدا کردن صاحبان شناسنامه هست. خیر باشد، شاید یک شناسنامه جیری من بیاد. شناسنامه تو گم کردی؟ نه، گم نکردم. گفتم با اون یک جن بجیرم، با این جنکان دیگم اضافه بکنم. اما نه جنی تو ماما؟ آره والله، همه جنی من هستن. اینا همه زنهای ایشون هستن. همه اینا؟ بله. عمو جان همه شناسنامه دارن؟ آره والله همو دارن. اهل کجایی ها؟ اهل پنجونم. احمد حسن؟ سری کاک خلیل بود، تو انفال بردنش. شریف محمد؟ معلمی مدرسه بود، رفت شد پیش مرگا. الان کجاست؟ بیچاره اعدامش کرده. فاطمه برهم؟ کاک جان دتوانم ببینم؟ آی فاطمه. فاطمه سیمین جنم بود که از همه بیشتر دوستش داشتم. میگه این شناسنامه یکی از زناشه. بپرس الان کجاست؟ اصاله چویه؟ تو انفال بردنش، من نبودم، رفته بودم خواستگاری اون زنم. ظاهرن بسیا اون موقع میان و تو انفال زنشو با خودشون میبرن و این هم عکس همونه. وقتی برگشتم لمال نبود، برده بونش. بده ببینم چقدر قشنگه، راست قشنگه، چقدر زشته، خجالت نمیکشه پیرم مرد. سنش از من بیشتر بود. ای
بیچاره زیاد هم زشت نبوده. خوب شد که مرد. دردی اون تو سر همه تون بخوره. هیچ کدومتون به اندازه اون نتونستی منو سر حال بیاوری. بیا با این شناس نامت. خوش به حالش مرد و دست این پیر مرد خلاص شد. حسودات از سری مرده هم بر نمی داره. کاکا جان این خانم شو کرده است؟ برای چی؟ خیلی خوشگله. بهش بگو هر وقت خواست شو بکنه من اون را روی سرم میگذارم. شما ازدواج کردید؟ چطور مگه؟ پیرمرد خواستگار شماست. ببین اینا رو میشناسه؟ عمو جان عکس رو نگاه کن. قبلا اونا رو دیدی؟ کاکا جان این جنه خیلی خوشگله. ندیدم. بیفایده هست. این فقط دنبال خوشگله میگرده. هر وقت تصمیم گرفت عروسی کنه ما چهار تا آبادی اونورتریم. خیلی از شما خوشش آمده. مگه اون میتونه این همه زن داشته باشه؟ بله خیلی از خانواده ها به خاطر پول دختراشونو به عقد اینا در میارن. آدرس داد بری زنش بشی. راستی یک روستا آن بالاست، میخوای بریم؟ البته بریم. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. حال شما خوبه؟ اگر زحمتی نیست اهالی رو جمع کنید. یه تعداد شناسنامه پیدا شده. باید اونا رو شناسایی کنید. لطفاً بیاین. زهرا عبدالله مجید.
عزیز بنی رشید. شکر سلام قادر. احمد احمد حسن. گلمز محمود حسن. محمد عزیز رشید. لیلا عثمان. بی زحمت ببین شناسنامه بختیار داری؟ بختیار چی؟ بختیار محمد کریم. بختیار محمد کریم. چیکار میکنی کاکا جان؟ دست نزن. میخوام نگاه کنم کاکا. اینه هاش تا یکیم این شناس نامه بختیاره. ای بختیار 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 و لیلا عزیز دردانه روستا بودن. روز عروسیشون سربازای رژیم بعث ریختن و اونا رو تو انفال بردن. این دوتا شناس نامه مال اون دوتا جوان بوده که بعثیان نگذاشتن به هم برسن. عشق این دو نفر زبان زده همه این سرزمین بود. لیلا دختر زیبایی بود. پسری هم مثل بختیار پیدا نمی کردی. اگه اجازه بدین کار نیمه تمامشون رو تمام کنی. می خواهید چکار کنید؟ اونا رو به عقد هم در بیاریم. اون نامرده که نزاشتن. تو تا حالا همچین کاری را دیدی؟ منظور چی؟ می خوان چکار کنن؟ یه کار سمبولیکه برشناسنامه هایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. این مکه لیر دانشون ببونه مارک دنی ام دونه. ما اینجا جمع شدیم به مناسبت خواندن صیغه عقد این دو جوان به نام های لیلا و کاک بختیار. اینها شهید شدند و ما دعا می کنیم خداوند آنها را در بهشت به هم برساند. ما این دو را اینجا به عقد هم در می آوریم، بلکه خداوند رحمتش را شامل روح آنها گرداند و برایشان فاتحه می خوانیم. اللهم بلنا واسمي سامي باخرنا وإلى روح النبي صلى الله عليه وسلم ولنا ولهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الحمد لله رب العالمين. خالد على بيان بخش إن شاء الله خلاص فيها. ای خدا حوال، امکان داره یک مین باشه. نگه دار کاک جان، نگه دار.
صدای نحست ببر، ساکت باش. چشم چیمن خان، شما دستور بده. چیمن خان، شما چرا اینقدر بی وفایی؟ خسته شدم از دست کشل بدترکی. چیمن خان، به خدا اگر بگی خودت بکش، همین الان خدا میکشم. آخه من به این خوشگلی باید گیره توی عقب مانده بیفتم. چیمن خان ای خدا خفت کنه کشل بدترکی. نتونستی یه چمدان را برداری؟ چیمن خان ببخش، ناراحت نشو. کتوله عقب مانده، دوست ندارم. هی نگو دوست دارم، من از تو خوشم نمیاد. کاکا قابلی نیه برادر، پیداش کردی؟ الان پیداش میکنم. سلام ماما جان. سلام علیکم. جون بخیر. باشی شکر. سلام. سلامتی. لیره چه که ماما؟ درش تو بیان بسره کن. بپرس اینجا تنهاست؟ لیره به تنیا عجی؟ ایشتان چیا؟ هنده ناسنامه ام نوچه دوز راو تو بشین خواهنه کنی اگره. باید زای بخیر تن با تو. او جماعت لجوره اون. چند نفر داخل هستن؟ میتونیم ببینیم؟ بتوانیم چیم بیان بینیم ماما جان؟ بله فرمو. من همون خلطی حالا بزن لبردو من کیمیایی که همون یعنی کیمیایی کراون همون انتظاری مرگ کن تا افتن نمردون امن بخیر یعنکم. اینها از احالی حلب چند تو بمباران شیمیایی شدن و منتظر مردنن، اما خوب تا حالا نمردن. همه اینها در انتظار مرگ هستن. این آقا ازشون مواظبت میکنه. Thank you.
مامو جان اون اوانت باخین مبزن کم میانه نصیبه شه؟ بله فرم رزم بسیر؟ نه نصیب نه نصیب بختیار جلال؟ خیر نه نصیب محمد زاکر؟ نه نصیب فاطمه بختیار؟ نه نصیب شادی رحمان؟ نه نه نصیب بو بو امان پول اینیوا؟ بو چی حتا؟ بله او وقتی اگر بحثی کن رایان کرد لدائره یک از چندانی کم دوزی ولدو عدی برو بینه؟ میگه ان موقعی که ارتش بس فرار کردن تعدادی شناسنامه را از یکی از اداره تنها برداشته اما تذکره یا اما نظرم چیا ان موقعی که بسیا از اینجا فرار میکنند اینا رو از یکی از ادارت انها بر میداره بپرس این نوار از کجا آورده امانت لچوه نوار دایره استخبارات از اداره امنیت اینا رو برداشته فکر میکنه اونو به ما بده امنده ایته نه غنیمتی شر را میگه غنیمت جنگیه به شما نمیدم من باید اونو ببینم دلده ببینین اون یه بینیویتی میگه دارید میبینید اگه بهش پول بدیم چی؟ چرا که نشه پول خوبی گیره دامت ها خانم خوشیاتو بیده اما معامله چک خفه شو تا لباسم خوش نشده نیای دونه چه شما میدونی اگه لباس زمان نینداخته بود توی آب الان رسیده بودیم روستا گمان نکنه راست میگی تو نگفتی اسم چیه چی من اسم شما چیه عارف اون کیه همراهته شوهرته نه والا خدا خفش کنه فقط با هم کار میکنیم چیکار؟ توی عروسی ها من زنها رو آرایش میکنم و دلشاد هم آواز میخانه تو زن داری؟ نه هنوز داماد نشدم ای حق باز مردی به خوشتیپیه شما زن نداره کاکت چکار داری؟ احمدی دوزدی؟ نه مامه جان مفتشی؟ دنبال گمشدگان انفال میگردی مگر؟ اهالی روستا کجا هستن؟ همه را بردن، برادرزاده هم و پسرام و خواهرزاده هم و فقط من و این پیرجن ماندیم پیرجن اونجا چکار داره؟ هر روز انتظار بچه هاشو میکشه چیزی نمانده دیوانه بشه Thank you.
سرورم منتظرته، برو تو. وقت بخیر. وقت بخیر سرورم، اینم شناسنامه ها. اشتباه کردیم، اشتباه. آسیا کجا هستند؟ ما بر سر هموطنان خودمان چه آوردیم؟ می سوزانیمشان تا ردی از ما به جا نماند. کلا بر سر من رفت، کلا. عارف، میتونی سنم را کم کنی؟ چطوری؟ بگر تو این شناسنامه ها شناسنامه یه دختر کم سن و سال را برام پیدا کن. چند سالش دوست داری؟ 18 ساله؟ 19 ساله؟ کدومشو؟ بگو اسم چی دوست داری؟ شیری. چی من خودت خیلی زیباتره. فهیما محمد جیران. حسن کمال رحمان. سعید حسین سیروان. بچه اون تلویزیون رو کم کن. احمد حسن جمال. هرچی جلوتر میرم ناامیدتر میشم. رژیم بسته یه گزارشی به سازمان ملل اونا رو انکار کرده. پس این همه انسان کجا هستن؟ نمیدونم، شاید باید این حقیقت تلخو بپذیریم که همشون، همه این مردا و زنا و بچه ها دیگه وجود ندارن. شیرزاد محمود علی. خالد رحمان علی. با یه مکافاتی ازشون گرفتم، میخواستن یه فیلم دیگه هم ببینن. اگر کاری داشتید من بیرون هستم. متشکرم. خیلی ها رو تربیت کردیم برای شنا، حتی نتونستن یک بار طول رودخونه رو شنا کنن، اما ما شنا کردیم. به دیگران هم یاد دادیم. امریکایی ها شایع کرده بودن اونی که تو رودخونه شنا کرده بدل صدام. بدل میتونه فقط یک بار شنا کنه، نه سه بار. Ne
After seeing that tape, I feel in complete solitude again. بعد از دیدن اون نوار بازم تنها شدم. تنها همچون باد که از این سو به اون سو میره و فقط میره و نگاه میکنه. تصور اون بچه‌هایی که تو اون تانکر آروم آروم خفه شدن. تصور اون لحظه که جلوی هم دیگه جون دادن. وحشتناک. خیلی وحشتناک. خودم رو رها کردم. خودم رو فراموش کردم. فقط میتونم پیش میرم. سرنوشت منو میبره به جایی که زاده شدم. خدایا، آیا کسی منو خواهد شناخت؟ ما رو دیدن. کیا؟ ارتش عراق. نزدیک مرزشونیم. حالتان خوبه؟ خواب محمد نه بزن بگوشم. شما کجا هستید؟ ما از آب گذشتیم. چند تا کلاغ برای بشین تکان نخور. همین جبش یک تکتیر انداز جایی کمین کرده تا شب باید صبر کنیم. باش. ایف ما از خود تانیم. اینجا چکار میکنیم؟ اومدیم مردم رو ببینیم. این خانوم از سازمان ملل اومده برای تحقیق. ما رو ببر یه جایی و مردم رو جمع کن. ببخشید کاکا، یک تکتیر انداز افتاده به جان مردم و همه اونا رو داره میکشه. من میبرمتون یه جایی و مردم رو براتون جمع میکنم. اونا پنهان شدن. بیاین دنبالم. خوبه بریم.
کاکا شما اینجا باشین، من میرم مردم رو میارم. باشه. اینجا بشینید. اوقاب اوقاب نباز، اوقاب اوقاب نباز، اوقاب اوقاب نباز. آوردمشون. فرمون. سلام. فرمان علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام. سلام علیکم. بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. فکر میکنم الان وقت خوبی نباشه. هرچند که ما در این سرزمین هیچ وقت زمان خوبی نداشتیم. تعدادی از شناسنامه‌های گمشدگان انفر را آورده ایم. این خانم مأمور تا ببینه کدوم یک از اونا زنده هستند. اسامی را برایتان میخوانم. ببینید کدام یکیشان از انفر نجات پیدا کردند. عبدالقادر مجید صالح، شوخان سعید عثمان، اسماعیل عبدالرحمن محمود، رازیه راشد محمد، عزیز قادر شریف، مریم بیا نگاه کن. با ببینم دختر جان. پدر و مادرم. جامیر جان، مریم جان، خدا نحلت کنه اونی که باعث شد شما از بین برین. اوجین جان تو کجا بودی؟ اما عزیزم تو الان کجا بودی؟ خدا نحلت کنه اون کسی که تو رو از ما گرفت. مریم جان، جامیر جان، بمیرم برای جوانیتان. هاوژین جان، قربانت برم دختر عزیزم. هاوژین، فدات بشم. کجایی؟ قربانت برم هاوژین جان. هاوژین قربانت برم. پدرم مادرت کجا هستن؟ مریم جان، این دخترت که برگشته تو کجایی ببینی؟ مرکو
شیرینم دبنو رولا جانکم عزیزکم دبنو بابی دا اکمن بنو رولا شیرینم لا يد بودكم رولك يدعيك باوكم لا يد ليلاي عزيزكم دورا اي لاي ليلاي لا لا يد بودكم رولك شرين مدبنو رولك جانكم عزيزكم دبنو بابي دعيك من ابنو رولك شرين لا يد بودكم رولك يدعيك باوكم لا يد ليلاي عزيزكم دورا اي لاي ليلاي معلمو خاک کردیم، باید هرچه زودتر از اینجا برویم. آج اینجا معلم روستا فقط این دختر را داشت، حالا یتیم شده، با خودت ببرش نجاتش بده. دایا دایا، کیانی دایا؟ Haojin, companion, the one who shares life with you. Haojin, هم نفس، کسی که باید برای زندگی باشه. این اسم واقعی منه، اسمی که پدر و مادر واقعیم برام گذاشتن. این اسم برام تولدی دوباره است. اما حالا چی میشه؟ Thank you.